بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. وقت گرانقدر یکایک شما بزرگواران بخیر باشه. با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های به وقت بیداری در خدمت شما بزرگواران هستیم، اما این بار برنامه ما مصادف شده با ایام شهادت جانسوز و جانگداز آقا امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و تسلیت عرض می‌کنیم به یکایک شما مؤمنین عزیز که این برنامه را همراهی می‌کنید. با شما بزرگواران هستیم در برنامه امشب با حضور ارزشمند جناب استاد موسوی عزیز و انشاءالله این ویژه برنامه بتوانه رضایت شما عزیزان فراهم کنه. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدین، تسلیت عرض می‌کنم. و علیک السلام. محضر شما و همه بینندگان عزیز رحلت جانگداز پیامبر اعظم و شهادت سبت اکبرش امام مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت ولی نعمتمون علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیات و ثنا رو تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که انشاءالله همه ماها جزو شیعیان پیروان و عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام محسوب میشیم. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین استاد، بسیار خوش آمدین. بنده از طرف همه همراهان به خدمت شما استاد عزیز سلام علیک دارم و انشاءالله که بتوانیم در چند دقیقه‌ای که در این برنامه به صورت ویژه انشاءالله با توجه به ایام شهادت آقای امام رضا علیه السلام در خدمت عزیزان هستیم، نتیجه مطلوب انشاءالله حاصل شود. استاد، با توجه به اینکه سیره سیاسی ائمه علیهم السلام یک بخش از بخش‌های مهم زندگانی حضرات هست و گاهی اوقات حتی ما مغفول میشیم از بررسی این بخش، با توجه به ایام شهادت آقا امام رضا علیه السلام خواستیم در این برنامه از این زاویه به زندگانی سیاسی آقا امام رضا علیه السلام نگاهی بیاندازیم. درس‌هایی که از سیره سیاسی حضرت به ما میرسه انشاءالله شما یادآوری کنید، ما هم یاد بگیریم و انشاءالله استفاده کنیم. انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. موضوع بسیار بروز و لازم برای بررسی رو مطرح فرمودین، خیلی خوبه. خب زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت خب سراسر برای ما درسه. بله. زوایای مختلفی داره. سیره اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حضرت رضا سلام الله علیه، سیره اخلاقی حضرت هست، مهمان نوازی حضرت، مردمداری حضرت و سیره علمی حضرت، همه اینا برای ما میتواند دنیای از درس و پند و نصیحت و پیشنهاد در مسیر رشد و کمال رو داشته باشه. این زاویه‌ای که اشاره فرمودین شاید کمتر بحث شده باشه که آقا ما از سیره سیاسی حضرت رضا علیه السلام چه درس‌هایی میتونیم بگیریم. بله. خیلی مطلب جالبیه. در این زمینه باید عرض بکنیم که حضرت رضا علیه السلام در طول عمر 52 ساله خودشون از همون اوائل بلوغ بگم یا قبل از اون حتی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پیاپی تحت تعقیب بودن و در زندانهای مختلف به واسطه دشمنان اهل البیت زندانی می شدن، خب وارد در میدان سیاست و کارزار با دشمنان دین و اعداء الله بودند و پیوسته با اینا درگیر بودند. یکی از شاخصه های سیره سیاسی حضرت رضا علیه السلام این است که در تمام عمرشون بویژه در زمان هارون و مأمون و امین که معاصر بودن با حضرت رضا علیه السلام، در هر جایی که میتونستن از این دستگاه حکومت انتقاد میکرد و نفی میکرد حاکمیت طاغوت رو. یعنی این درس رو ما از زندگی حضرت رضا به وضوح میتونیم بگیریم. پس به هیچ عنوان همراهی حضرت با حکومت ها نداشتن. غیر از این که همراهی نداشتن، بلکه نفی مطلق حاکمیت طاغوت و اینکه در هر جایی که زمینه فراهم میشد تا میتونستن این رو به زبان و به بیان به عمل، خلاصه حاکمیت اینها رو به عنوان حاکمیت نامشروع و طاغوت معرفی میکرد و مشروعیتش رو سلب میکرد، نفی میکرد. مخصوصا در زمان مأمون لعین، حضرت رضا علیه السلام با 3 تا خلیفه مقتدر بنی العباس معاصر بوده. مقتدر که میگم یعنی از لحاظ توسعه حکومت در اون زمان دیگه اینا در اوج بودن. یکی هارون الرشید که تقریبا 10 سال حضرت رضا علیه السلام معاصر بوده، چون حضرت رضا سلام الله علیه در سال 148 هجری به دنیا میاد، در همون سال شهادت جدشون امام صادق علیه السلام، و تقریبا تا سال 158 که هارون الرشید دیگه ساقط میشه، با او اسخا هم دوره امامت حضرت رضا علیه السلام، دوره امامت 20 ساله شون بله. با اینها معاصر بوده. حالا ببینید در زمان امام رضا علیه السلام که 148 به دنیا میاد تا 100 عرض کنم خدمتون 58 درسته، تا همین حدود با هارون الرشید هم زمانه. امام رضا علیه السلام خب این 3 تا خلیفه رو درک کرده. آقا یک کات بدیم بخشید. خب شد زنده نبود. این تاریخ یک مقدار برای من مشتبه شد، من اشتباه بودم گفتم. بله بله ما ببین الان درستش میکنم. از همینجا که گفتیم حضرت رضا علیه السلام با 3 تا خلیفه بنی العباس هم عصر بوده، از اینجا خب با توجه به این که حضرت با این 3 تا خلیفه عباسی معاصر بوده، 20 سال از حکومت 20 سال از امامت حضرت رضا علیه السلام به این شکل بوده که 10 سال با هارون الرشید معاصر بوده، 5 سال با امین عباسی و 5 سال دیگر هم در دوره مأمون عباسی بوده. خب این 2 تا 5 سال میشه 10 سال، 10 سال هم که با خود هارون پدر این امین و مأمون بوده میشه 20 سال. پس 20 سال امامت حضرت رضا علیه السلام در دوره این 3 خلیفه مقتدر عباسی بوده. در واقع اهمیت این مبارزه سیاسی حضرت با این 3 خلیفه اینجا دقیقاً هم همینجا روشن میشه، به خاطر اینکه اینا اصلا در مورد هارون هست دیگه که ادعا میکرد که اگر خورشید بخواد بتابد نمیتواند در جایی بتابه که تحت قلمرو من نباشه. اینقدر قلمرو حکومت اینها بنی العباس در اون زمان توسعه عرض کنم خدمتون جغرافیایی داشت. بله. خب گرچه که خب در دوره بعد از هارون اختلافات خانوادگی که الان اشاره میکنیم بین اعضای خانواده هارون که فرزندان هارون بود پیش آمد، حالا کاری به اون فعلا نداریم. حضرت رضا علیه السلام به شدت دنبال این بود که حاکمیت اینها رو از لحاظ مشروعیت نفی بکنه و مشروعیت پیدا نکنه بین مردم به عنوان یک عرض کنم خدمتون که جایگاه مقدس به حاکمیت و خلافت بنی العباس نگاه نشوه، چون خیلی راحت اذهان عمومی رو میتونستن با عرض کنم که تبلیغات وسیعی که داشتن شستشو بدن، همونطوری که در دوران معاویه پدر یزید در شام این اتفاق افتاده بود که حتی امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی در مسجد شهید شد بعضی ها میگه گفتن که علی مگه نماز میخوند علیاذ بالله. خب ببینید حضرت رضا علیه السلام اینجا وظیفه بسیار سنگینی داشت از این جهت. امام رضا علیه السلام خب مخصوصا در دوران مأمون وقتی خیالش از جانب مخالفین بیرونی راحت شد آمد سراغ مخالفانی که داخل خانش بود و افرادی که مثل حضرت رضا علیه السلام میتونست راحت حکومت اینها رو منهدم بکنه و تصمیمات اینها رو در کل جامعه تحت تاثیر قرار بده. خب یعنی مأمون عباسی چالش های مختلفی داشت در اون زمان. ما این از این جهت اشاره میکنیم که اهمیت سیره حضرت رضا علیه السلام روشن میشه. بله. خب اون زمان هم با توجه به بدعهدی که کرده بود نسبت به تحویل حکومت به علویان، خب علویان ناراضی بود چون بنی العباس وقتی آمدن شعارشون این بود که الراضی یا الرضا من آل محمد، ما این حکومت رو برای یک کسی میخوایم که از اهل بیت پیغمبر باشه، یعنی احقاق حق میکنیم برای اهل بیت پیغمبر. و ابو مسلم خراسانی یا ایرانیان به صورت عام اگر به حمایت اینها برخواستن برای همی بود که بنی العباس گفتن ما بنی امیه رو ساقط میکنیم و یک فرد از خاندان پیغمبر رو میاریم. خب وقتی اینا به قدرت رسیدن نه تنها به این عهدشون عمل نکرد بلکه برعکس به تعقیب اهل بیت پیغمبر پرداختن که بدتر از بنی امیه با اهل بیت پیغمبر رفتار کردند. حالا حضرت رضا علیه السلام یک مخالف سرسخت دیگه هست برای مأمون. پس یکی بدعهدی مأمون نسبت به اهل بیت سبب شد که علویان ناراضی بشن، 2 بدنه جامعه ناراضی بشن، مخصوصا ایرانیان که دیگه هیچ گونه حمایتی از مأمون نکنند، مشکل سوم مأمون هم عبارت بود از اختلاف داخل خانواده بنی العباس که با برادرش درگیر بود. این سه تا مشکلی که برای مأمون عباسی به وجود آمد سبب شد که این رو بیاره به حیله ها و نیرنگ هایی تا بتونه با جذب حضرت رضا علیه السلام و علویان این مشکلات رو رفع بکنه. دقیقا همون راهی که حکومت رو از بنی الامیه گرفتن از همون راه وارد شد تا بتواند بر این مشکلات فایق بیاد که انشاءالله در ادامه عرض میکنیم که حضرت رضا علیه السلام نیرنگ های اینها رو و نقشه هاشون همه نقش بر آب کرد. بله، بسیار تشکر. سلامت باشید. در خدمت شما بزرگواران هستیم. در ادامه برنامه انشاءالله ما را همراهی بفرمایید. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی بن موسی الرضا. ابریسیا چشم ترش را گرفته بود، ابریسیا چشم ترش را گرفته بود، زهری توان مختصرش را گرفته بود. معلوم بود از وجناتش که رفته نیست، یعنی که رخصت سفرش را گرفته بود. از بس شبیه مادرش افتاد بر زمین، در انتهای کوچه سرش را گرفته بود. تا روبروی حجره خمیده خمیده رفت، از درد بی امان کمرش را گرفته بود. چشم انتظار دیدن روی جواد بود، خیلی بهانه پسرش را گرفته بود. بر روی خاک بود که پیچید بر خودش، آثار تشنگی جگرش را گرفته بود. افتاد یاد جد غریبی که خواهرش در بین قتل و گه خبرش را گرفته بود. دیگر توان دیدن اهل حرم نداشت، از بس که نیزه دور برش را گرفته بود. وقتی که شمر آمد و کارش تمام شد، خلخال دختری نظرش را گرفته بود. خلخال دختری نظرش را گرفته بود. کعبه اهل ولاست صحن و سرای رضا، شهر خراسان بود کرب و بلای رضا. در صف محشر خدا مشتری اشک اوست، هر که در اینجا کند گریه برای رضا. کیست پناه همه جز پسر فاطمه، چیست رضای خدا غیر رضای رضا؟ و یکایک که شما همراهان محترم باز هم تسلیت عرض میکنیم. شهادت جانسوز آقا امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و تشکر میکنیم از همکارانمون در اتاق فرمان. و در خدمت شما بزرگواران هستیم جناب استاد موسوی عزیز. و سوالی که در ابتدای بخش اول از خدمت شما استاد محترم پرسیدیم و او را انشاءالله دوباره مطرح میکنیم که چه درس هایی از سیره سیاسی امام علیه السلام ما می توانیم داشته باشیم؟ نکات ارزشمندی فرمودید ولی وقت به پایان است. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حسن توجه شما و بینندگان عزیز. بله، عرض کردیم که مقدمتا ما باید وضعیت سیاسی حاکم در دوران مأمون و امین و هارون رو تا حدود بدانیم. بله. تا معلوم بشود که حضرت رضا علیه السلام چه شاهکاری از لحاظ مبارزه با طاغوت اون زمان انجام داده. یکی از درس ها این بود که آقا در هر شرایطی ما وظیفه داریم، همونطوری که حضرت رضا علیه السلام زیر بار ظلم نرفت بلکه حاکمیت و سلطه طاغوت رو نفی کرد، زیر بار ظلم نرفت، ما هم باید همینجوری باشیم. ما یعنی شیعیان مفتخریم به هیهات من الذله. بله. که دیگه شعار حضرت سید الشهدا علیه السلام بود و در پیشانی تاریخ شیعه می درخشه. حضرت رضا علیه السلام هم همینجوری وقتی هارون الرشید، امین و مأمون که سه تا خلیفه معاصر حضرت رضا علیه السلام بود، اینا ظلم و ستم و جور فراوانی بر مردم داشت، هم بر علویان و شیعیان و هم بر هر کسی که غیر بنی العباس بود و در تیم اینا نبود. خلاصه اینا با زور و با فشار با سرنیزه بر مردم مسلط شد. حضرت رضا علیه السلام زیر بار این ظلم نرفت. از طرفی هم چالش‌های سیاسی و اجتماعی بسیار شدیدی مأمون عباسی رو تحت فشار قرار داده بود که در بخش قبل اشاره کردیم، از جمله مخالفت علویان، مخالفت ایرانیان و عدم حمایت این ایرانیان که عرض میکنم اینا به خاطر همون بدعهدی بود که بنی عباس در رابطه با حکومت رو برای اهل بیت بده، در رابطه با این قول بدقولی کرده، بدعهدی کرده بود. و یکی این که اینا با همدیگر اختلاف داخلی داشت. خلاصه اینا سبب شد که مأمون عباسی چاره جز این که بیاد از سمت رضایت علویان وارد بشود برای خودش نبینه. این پیش خودش فکر کرد، یعنی ما اینجوری تحلیل میکنیم که اگر من برم مثلا علویان رو راضی بکنم یک طوری اینها دست از سر ما بردارد، از مخالفت دست بردارد، ایرانیان هم تا حدودی متمایل میشود به حمایت از ما، این دوتا مشکل حل میشه. مشکل امین هم که دیگه با اون شکل که در تاریخ معروفه که سر از بدنش جدا کرد حل کرد. بله. آمد سراغ حضرت رضا علیه السلام و شروع کرد به نامه‌نگاری. به ظاهر یک نرمش سیاسی. بله، نامه‌نگاری‌های مختلفی کرد برای حضرت رضا علیه السلام. حضرت رضا را با تمام اطرافیان خویشاوندانشون دعوت کرد به مرو. مرو در همین منتهی‌الیه سرخس فعلی بوده، اینجا مقر حکومت مأمون، چون مأمون از طرف پدر خب بنو عباس بود، از طرف مادرش بادغیسیه، یک زن کنیزی هست از بادغیسی که الان در افغانستان واقع شده. لذا ایشون به این سمت متمایل تر بود تا اینکه بخواد بره بغداد زندگی بکنه یا در اونجا حکومت تشکیل بده. حکومتش رو در همین مرو تشکیل داد و اینجا رو پایتخت خودش اعلام کرد. حضرت رضا علیه السلام رو اینجا خواست. امام رضا علیه السلام مطلقاً به نامه‌هایی که مأمون می‌فرستاد توجهی نمی‌کرد. حضرت رضا علیه السلام خودش رو در یک برهه بسیار حساس فرهنگی میدید. اون زمان نهضت ترجمه آغاز شده بود. بله. عزیزانی که مطالعه دارن در تاریخ میدونن که یکی از طلایی ترین زمان تاریخ اسلام همین زمانه و بلکه از یک نگاه دیگر یکی از خطرناک ترین روزهای تاریخ اسلام همین ایام زندگی حضرت رضا علیه السلام. چرا حساس؟ چرا حساسه؟ به خاطر اینکه افکار فلسفی، افکار التقاطی و الحادی مختلفی از ترجمه کتاب‌های یونانی، سوریانی و مختلف افکار مختلف خلاصه در جامعه رواج پیدا کرده بود. نهله‌ها و مذاهب متعدد و مختلفه. اینجا یک کسی باید می بود مثل حضرت رضا علیه السلام که با علم لدنی و با عصمت اهل بیتی بتواند در مقابل این افکار بیسته. و اتفاقا بعد از امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، بله، امام حسن عسکری، امام هادی، همه واقعا مجادلات علمی زیادی داشتن، فراوان دارن. ولی بله، در مورد حضرت رضا علیه السلام دیگه از معروفاته. بله. که حضرت دیگه در خط مقدم این جبهه فرهنگی بود. حالا چون بحث ما در رابطه با سیره فرهنگی حضرت نیست، ما خیلی در این قسمت ورود پیدا نمی‌کنیم، ولی از این جهت مرتبط شد که حضرت رضا علیه السلام برای خودش یک وظیفه مهمتری میدید از دخالت مستقیم در مسائل سیاسی. در این حال هم از بخش عرض کنم که مسائل سیاسی جهان اسلام هم غافل نبود حضرت رضا علیه السلام. لذا این نامه‌های مأمون رو جواب نمیداد، نه نفی نه مثبت، اصلا جواب نمیداد، تا اینی که مأمون لعین مجبور شد پیکی رو بفرسته به مدینه که همون ضحاک معروف رو فرستاد دیگه، که فرستاد سراغ حضرت رضا علیه السلام، گفت هر طور شده باید بگی بیاد. اینا هم وقتی رفتن خیلی با احترام و با اجلال و اکرام با حضرت رضا علیه السلام روبرو شدن علی الظاهر. بعدم دیگه تهدیدها رو شروع کردن که این نیای دیگه هیچی، دیگه مطلب همینجا تمام میشه. و چون حضرت رضا لحظه های زندگی خودش رو مفید میدونست برای بقای اسلام و برای دفاع از اسلام، ناچارن با اینا براه شد، آمد. اما وقتی براه هم شد دیگه خیلی واضح بود. راوی که این روایت نقل کرده، عرض کنم خدمتون که مرحوم شیخ صدوق از سجستانی ظاهرا ازشون نقل میکنه، میگه من اون زمان در مدینه بودم، همون زمانی که پیک مأمون آمد اونجا بودم. حضرت رضا علیه السلام میامد سر قبر پیامبر اسلام وداع میکرد، با گریه بلند میشد، باز دوباره برمیگشتن وداع میکردن، یک رفتار نمادین که برای همه جلب توجه بکنه. بعد میگه من رفتم نزدیک عرض کردم یا ابن رسول الله چرا گریه میکنید؟ آخر اینا آمدن شما رو ببره به قصر، خلاصه مسئله ولایت عهدی رو به شما پیشنهاد بکنه. حضرت رضا فرمود که نه، این گریه های من برای اینه که من میدونم این حرفایی که میگن حقیقت نداره، راست نیست. لذا در همون وهله‌ای که مأمون آمد به حضرت رضا علیه السلام پیشنهاد اصل خلافت رو داد، یعنی گفت آقا ولایت عهدی اصلا مطرح نبود. مأمون گفت بیا شما تحویل بگیر، پس فردا بیا تشریف بیار ما خلافت رو تحویل شما بدیم، که این در حقیقت اعتراف مأمون بود به غاصب بودن تمام بنی العباس و تمام بنی امیه. حضرت رضا علیه السلام اونجا چی فرمود؟ در همون جمع فرمود آقا این خلافتی که شما میخواهید به من تحویل بدید از دو حال خارج نیست، یا حقی است که خدا برای تو داده که ولی مسلمینی و بر اونها باید ولایت داشته باشی و در قبال این ولایت مسئولیت متوجه تو میشه که باید تمام امورشون رو سرپرستی بکنی، در این صورت حق نداری به غیر خودت اعطا بکنی، چون خدا به گردن تو گذاشته. یا اصلا نه، اینو خدا به تو نداده، اگه خدا به تو نداده بازم حق نداری تو به من اعطا کنی. چیکاره؟ اگر چنانچه این خلافت رو خدا به تو نداده و تو حق در زمینه این نداری، مال تو نیست، چجوری به من میخوای بدی؟ در واقع تعیین تکلیف کردند. حضرت فرمود این مال خودمون هست، تو میخوای چیزی که از ما هست با یک منت به ما بخوای بدی دوباره؟ لذا فرمود که کاری این نیستی که بخوای برای ما شرط بذاری یا برنامه‌ای داشته باشی. خلاص، مأمون لعین هم خیلی زیرک بود. عرض کردم هم با این کار مخالفت علویان رو میخواست بشکند و هم موافقت و حمایت ایرانیان رو برای خودش دوباره برمغان بیاره. لذا گفت هر چی که شما میفرمایید درسته. به حضرت رضا گفت. بعد اومد گفتش خب پس شما بیا ولایت عهدی رو لااقل قبول کن. حضرت رضا علیه السلام هم در پذیرش ولایت عهدی فرمود من شرط دارم. بله. شرطش اینه که ببین این شرط تعیین میکنه یعنی چی؟ یعنی تو کاری نیستی، من هر چی میگم این درسته. شرطش اینه گفت که من دخالت نکنم در امور. یعنی اصلا من در حقیقت ولی عهد شما نیستم. در اموری که شما به من میگی مثل عزل و نصب ها هر چیز دیگری شما به من پیشنهاد میدی من دخالت نمیکنم. لذا در بعضی از شورش ها یا بعضی از مسائل دیگر که مأمون پیشنهاد میده به حضرت رضا که شما برین پادرمیان حرف بزنید، حضرت استدلال میکرد به همین شرط که ها در متن اون معاهده ما نوشتیم که من دخالت نکنم. تو گفتی تا زمانی که زنده ای تو حاکمی، تو حاکم باش، بعد از تو اگر ما زنده بودیم ما اون زمان باید حرف میزنیم. حضرت رضا میدونست که امام میدونست که اینا نمیگذارن این مسئله رو به هم میزنه. این یک قضیه بود که حضرت رضا علیه السلام تا توانست سعی کرد حاکمیت بنی العباس مشروعیتی از جانب اهل بیت علیهم السلام برای خودشون دست و پا نکنه. و این درس است برای ما در طول تاریخ و در تمام عمرمون که امیرالمومنین هم در وصیت‌نامه‌شون فرمود که آقا شما رفیق و دوست و حامی مظلوم باشید، دشمن و عدو ظالم باشید انشاءالله. بسیار تشکر استاد، در خدمت شما هستم. همچنان با ما همراه باشید، لحظاتی را در خدمت همکارانمان از در اتاق فرمان خواهیم بود. شمع‌ها هم سینه می‌زنند و شعله ها شبیه دایره های عزا خم می شوند و دوباره می ایستند و سینه می زنند. انگار امشب در تمام آسمان زهر ریختند که این گونه تیرگون است و عرق بر جبینش برق می زند که چنین اشکالود است و می بارد. از کوچه های توس هنوز عطر او به مشام می رسد و آوای قریب ملائک در طواف حریم کبریاییش به گوش می رسد. رضا جان، دانه کدام انگور جرأت یافت که طعم ذلت مأمون را به کام تو بچشاند تا قبله هشتم را در صبر و لبخند خیش بنا کنی؟ شب فراق شده، حرف هجران است. به چشم هم زدنی این دو ماه هم رفت و بهار گریه هم امشب رو به اتمام است. به این فراق بگریم یا به دوری تو؟ بگو چه کنم که درد و غم فراوان است. در چشم انگورهای من نشان مظلومیتت پیداست. کوچه های توس آخرین گام های مقدست را به مویه نشسته است. تو صدای قریب خراسانی در هیاهوی بی سرانجام فریادها و پچپچها و آن نخل تناوری هستی که شاخه های ابدیت را خزانی نیست. خیابان‌های نور به گلدسته‌های به خورشید رسیدت ختم می‌شوند. تو آرامش دل‌های زخمی و بیقراری هستی که تنین ناله‌هایش در جان ضریحت می‌پیچد. از آن سوی آبی‌ها نگاهمان کن که سخت آرزومند توییم و نیازمند. تشکر میکنیم از همراهی یکایک شما بزرگواران. تسلیت عرض میکنیم بار دیگر شهادت آقا امام علی بن موسی الرضا علیه السلام به یکایک شما همراهان و تشکر فراوان داریم از همکاران عزیزمان در اتاق فرمان. نمیدانم که آخرین بار کی به زیارت آقا مشرف شدید و یا شاید هم اصلا در این روزهای آخر سفر برنامهتان این بوده که به پابوس آقا بروید. حتما بنده و همکاران و جناب استاد موسوی عزیز رو از دعای خیر خودتان فراموش نفرمایید. جناب استاد در خدمت شما هستیم. درسی که از ابتدای برنامه فرمودید از سیره سیاسی آقای امام علی بن موسی الرضا علیه السلام که حاوی نکات بسیار مهمی بود برای بنده و انشاءالله برای همراهان مفید بوده، چه درس‌های دیگری با توجه به زمانی که از برنامه باقی مانده میتوانیم از این سیره بگیریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که اشاره فرمودن خب درس‌های زیادی داره سیره سیاسی حضرت رضا علیه السلام. یکی دیگر از درس‌های که ما از سیره سیاسی حضرت رضا میتونیم بگیریم بیان حق است و تبیین حقانیتی که ما نسبت به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت داریم. یعنی ما وظیفه داریم از این حقانیت ولایت اهل بیت علیهم السلام در هر شرایطی دفاع بکنیم. بله. ببینید در اون شرایط با اون وضعیت حضرت رضا علیه السلام این درس رو به ما دادن. نوشتن در سال 200 هجری حضرت رضا علیه السلام وارد شهر نیشابور شدن. خب در شهر نیشابور اون زمان خب جمعیت زیادی زندگی میکردن و اکثرا اهل علم بودن، مثلا فرض کنید که شهر نجف در زمان معاصر ما یا شهر مقدس قم در زمان معاصر ما. علما، اندیشمندان، محدثین در اونجا جمع بودن. حضرت رضا علیه السلام وقتی وارد شهر شدن خب اونجا توقف فرمودن، استراحتی بود. بعد نوشتن در توضیح روایت اینچنین نوشته که حضرت وقتی از شهر میخواستن بیرون شون، البته روایت های مختلف اینجا هست که از تمام این روایت ها دقیق تر و عرض کنم خدمتون که جزئیات صحنه های حضرت رضا علیه السلام رو در نیشابور بیان کرده باشد. روایت ابو صلت هروی ایشون نقل کرده که حضرت رضا علیه السلام وقتی آمدن بیرون داخل کجاوه نشسته بودن که حالا مرکبشون توصیف کرده که اینجوری بود و افرادی که آمدن کیا بودن، اسمشون رو برده. بعد میگه اونجا خلاصه سر یک چهارراهی آمدن با حضرت رضا علیه السلام، همینجور که حضرت رو مشایعت میکردند و بدرقه میکردند. بعضی از علما آمدن افسار مرکب حضرت رو گرفتن، به حضرت سلام کردند، خوشوبش کردند. بعد گفتن ما یک خواهشی داریم، الان که فرزند پیغمبر وارد شهر ما شده حیف است یک تحفه‌ای و هدیه‌ای از احادیث پیامبر اسلام به ما نده، یک حدیثی برای ما بیان کنید. ببینید در چنین وضعیتی نیشابور الان مثل الان که نبود، که اکثرا از عامه بودن، اونایی که پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام نبودن اونا سکونت داشتن. خب حضرت رضا علیه السلام اونجا همون حدیث معروف سلسله الذهب رو بنابر تعبیر ما شیعه ها یا مسلسل بالاشراف رو که برادران اهل سنتمون اینجوری تعبیر کردن. اون حدیث سلسله الذهب رو اونجا بیان فرمودن که همه حفظیم دیگه الحمدلله. فرمودن که من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که ایشون از امام صادق تا میرسه به حضرت امیرالمومنین و پیامبر و جبرئیل، که حدیث قدسی میشه. بله. که خدای تبارک و تعالی فرمود که کلمه توحید کلمت لا اله الا الله حصنی، دژ محکم من هست، قلعه نفوذ ناپذیر است. فمن دخل حصنی امن من عذابی، کسی که داخل این دژ محکم بشود از عذاب من در امانه، از عذاب من در امانه. بعد تا اینجا ابو صلت هروی نقل کرده. بعد میگه که یک چند لحظه همینجور توقف کردن، اینا نوشتن، مرکب حرکت کرد. وقتی حرکت کرد حضرت دوباره اشاره کردن، مرکب ایستاد، همون کجاور رو متوقف کردن، سر خودشون آوردن بیرون، با صدای بلند فرمود به شرط ها و شروط ها. همه نوشتن به شرط ها و شروط ها، حالا شرطش چیه؟ فرمود و انا من شروط ها. ولایت ما اهل بیت از شرط پذیرش توحیده، که اگر شما توحید رو از زبان ما اهل بیت تلقی نکردید و دریافت نکردید، بلکه با ذهنیات خودتون رفتین سراغ توحید، قطعا به توحید ناب دست پیدا نمیکنید. خیلی مهمه این مطلب. بله. الان همونهایی که ادعا میکنن، خیلی ها مثلا فرقه گمراه وهابیت ادعا میکنن که ما به توحید پایبندیم. وقتی از اونها میپرسین میبینید اعتقادات اونها سراپا شرکه، یعنی خدا رو خیلی های اینا تجسیم میکنن، جسم میدونن، و جسم 100% سر از شرک در میاره، چون بالاخره نسبت به همه اجزای خودش یک شیئی که مجسم جسم هست محتاجه، و یعنی هر جزء او در تدبیر تمام جهان باید شریک او باشه و شرک لازم میاد. کاری نداریم، ما صحبتمون در اینه که حضرت رضا علیه السلام در این سخت‌ترین شرایطی که ممکن بود برای یک فرد باشه، که غریب هست، تنها هست، تحت نظر هست، در حصار سربازان دشمن خودش، دشمن قسم خورده هست و داره تحت الحفظ منتقل میشه به سمت مرو، اینجا وقتی زمینه رو فراهم میبیند، میبینه که این حدیث میماند، در همونجا بیان میکنه که آقا شرط دین ما ولایت اهل بیت عصمت و طهارته. کی میتواند ادعا کند که از اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دین رو بهتر فهمیده؟ مگر عقل انسان به انسان اجازه میده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت زهرایی که در خانه پیغمبر بوده، در آغوش پیغمبر بزرگ شده، اونها دین رو خوب تلقی نکردن، خوب نفهمیدن، اهل بیت پیغمبر خوب نفهمیدن، اونایی که مصداق آیه تطهیره اینا درست متوجه نشدن. بعد یه عده افرادی که 200 سال بعد آمده مثلا اجتهاد کرده از کلمات پیغمبر، 150 سال بعد آمده اجتهاد کرده، یا محمد ابن عبدالوهاب مثلا سال 1111 هجری به دنیا آمده تازه، یا ابن تیمیه در قرن هفتم به دنیا آمده، اینا رفتن کلمات متفرق پیغمبر رو در ابواب متفاوت از کتاب‌ها مطالعه کردن، اینا اجتهادشون، اجتهاد اینها از فهم مستقیم علی ابن ابی طالب از دین بالاتره. این کدوم عقل این اجازه میده؟ ما هیچ وقت نمیگیم که آقا برداشت‌ها و اجتهادهایی که عالمان بزرگ اهل سنت در بحث‌های فقهی کردن اینا حجیت نداره، باطله و اینا کافرن، علیاذ بالله، علیاذ بالله، هیچ وقت نگفتیم و نمیگیم. اونا مجتهدن، اجتهاد کردن در مسائل فقهی. اختلاف نظر در مسائل فقهی زیاد وجود داره، و الا اگر شما برین مثلا از یک راه دیگری برین مثلا توحید رو تلقی بکنید، یک راهی که پیشگامان و گویندگان اون علم نافعی ندارند، عصمت ندارند، در حضور پیغمبر تلموذ نکرده، در آغوش پیغمبر بزرگ نشده، چگونه شما میرین توحید رو از اون افراد تلقی میکنید؟ ببینید، من حرفم با بینندگان عزیز اینه که آقا جان در قرآن مگر نمیگه از سابقون از سابقون اولایکل مقربون؟ خب کی سبقتی در دین داشته؟ خاندان پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، علی ابن ابی طالب، یا نه افرادی که مثل ابن تیمیه در 700 سال بعد آمده؟ حالا فرق نمیکنه، شما بگو 150 سال بعد آمده، 200 سال بعد آمده، چه فرق میکنه؟ ما حرف ما اینه عزیزان، برادران، چرا ما استاد فن رو بگذاریم کنار، از اونهایی که یک حواشی از علم این اساتید بهره مند شدن یا به اعتقاد ما که همون بهره مند نشدن، بریم از اونها استفاده کنیم. ما برادران اهل تسننمون هیچ گونه مشکلی نداریم در این که اونا هم پیرو یک سلسله اجتهاداتی هست از عالمان بزرگشون. بله. ما با این سلفی ها، وهابی ها، اینایی که پیرو غیر اهل بیتن و اهل بیت پیغمبر رو به خیال خودشون کنار زدن، ما با اینا روی سخنمون هست. آقا شما حدیث ثقلین چجوری معنی میکنید؟ پیامبر در مورد هیچ فردی به غیر از اهل بیتش نگفته که ما این تمسکتون به ما لن تزل ابدا، و هیچ کسی هم در تاریخ این رو ادعا نکرده، یعنی ابن تیمیه هم ادعا نکرده و ائمه برادران اهل سنت ما ادعا نکردن که اگر از ما پیروی نکنید گمراه میشین. هیچ وقتی نگفته این رو. گفتن آقا ما اجتهاد کردیم، این اجتهاد ما، در مقابل این اجتهاد ما اجتهاد جعفر ابن محمد هم هست یا محمد ابن علی هم هست، یعنی امام باقر علیه السلام و امام صادق، یا حسین ابن علی هم هست. اینا این بزرگواران مثلا حضرت سید الشهدا علیه السلام رو که مصداق آیه تطهیره، ها برین آیه تطهیر دیگه از مسلماتی که آل عبار شامل میشه. خب آیه تطهیر آیه 33 سوره مبارک احزاب عصمت این بزرگواران رو ثابت میکنه. ما خیالمون راحته. چرا؟ به خاطر اینکه امام ما، مقتدای ما، پیشوای ما کسی است که او را خدا معصوم در قرآن معرفی کرده. او مصداق ابناءنا و ابناءکم، او مصداق ابرار در سوره مبارکه دهر، در سوره انسانه. ما از این جهت خیالمون راحته. چرا؟ خب شاید یک کسی هم که معتقد به مذهب اهل بیت نباشه بگه آقا ما خیالمون راحته، ما هم از شاگردان همینا پیروی کردیم. آقا بزرگوار شما استاد گذاشتی رفت سراغ شاگرد. خب ببین حرف کدومیه که از اینها بیشتر به دلت میچسبه. ما حرف ما اینه. ما نمیگیم که حرف اونا مثلا آقا بریزین دور، باطل، نمیدونم کافرن، الیاذ بالله. هیچ وقت که ما مسلمانان همدیگر رو نباید تکفیر بکنیم، ولی ما میتوانیم اشاره کنیم به این که آقا از باب امر به معروف و نهی از منکر و دلسوزی، که یک بار بشین با خودت فکر کن این امام معصوم است، این یک فرد عادیه، این آقا 1000 بار فرد عادی به خطا و اشتباه خودش اعتراف کرده و از این 4 امامی که ما داریم اینا با همدیگر اختلاف نظر دارن، پس یکشون اشتباه کرده، ولی این طرف کلهم نور واحده، هر فرد از امامان ما دیگری رو تایید و تصدیق کرده. فقط تایید و تصدیق. هیچ کدوم با هم دیگر در هیچ جای از فقه اختلافی نداره. شما تصور کنید از اول کتاب طهارت که اولین کتاب فقهیه، کتاب فقهی در نظر اینقدر مثلا کتاب‌های فقهی، تا آخرین کتاب کتاب دیاته، یک جمله پیدا نمی‌کنید در بین احادیث که 2 تا امام شیعه با هم دیگر 2 جور حرف زده باشه. بله. خب این نشان دهنده عصمت این بزرگوارانه. آیا این راه امن‌تر است در رفتن به سوی خدا یا راهی که خود همونایی که پیشوایند مثلا با همدیگر اختلاف دارن؟ بله. محمد بن عبدالوهاب مثلا همه علمای اهل سنت رو تکفیر میکنه. ابن تیمیه تمام کشورهای اسلامی رو دارالکفر میکنه. ما حرفمون اینه که حضرت رضا علیه السلام فرمود اگه میخواین توحید رو یاد بگیریم بیاین از ما اهل بیت یاد بگیریم، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. اگر ما این شرط رو پذیرفتیم که آقا اهل بیت ادرا به ما فی البیت، اونایی که مصداق آیه تطهیرن، که معصومن، اونا برترن نسبت به دیگران، کم کم راه پیدا میکنیم. بله. اونایی که مصداق حدیث ثقلینن که خود بله. پیغمبر ما رو به اونها ارجاع داده، نسبت به اونهایی که در مورد اونها هیچ وقت پیغمبر ارجاع نداده بلکه فرموده ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اینا برترن و بالاترن. بسیار تشکر استاد. عزیزان اشاره میکنن که ظاهرا زمان ما به پایان رسیده و لطف شما چند قطره‌ای از دریای معارف اهل بیت علیهم السلام و سیره سیاسی امام رضا السلام امشب نوشیدیم و چقدر دلچسب بود. ان شاء الله در برنامه بعد هم شما رو زیارت کنیم. ان شاء الله. سلامت. از یکایک شما همراهان محترم هم تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که این برنامه که از تلویزیون جهانی هادی تقدیم شما عزیزان شد مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. همه شما عزیزان به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم و تا دیدار بعد. یا حق.